از شرم نتانستن دفاع بکنن، نتانستن تعبیر بکنن. ولی ظلم است که قانونی که خدا بر ما داده او را باید نافذ بکنیم. در ضمنش اعتراف میکنیم با قصور خودمان، این اعتراف میکنیم ما ظالمانه برخورد با زنا میکنیم، حقوقشان را نمیدیم، جنایت در حقش مرتکب میشیم. این چیزیش که دین نگفته این را افغانا میکنن، این را مسلمان ها میکنن. دین نمیگوید، دین میگه که میراث برش بده، حقش است. عجیب است پدری که خدا حاجی میگوید ریسفید عمرش در وقت رفتن هستن، بچه‌ش میخوام بیا بچه‌ای که دمی عمر خودم همین حق شما را بدم. اینی زمین از احمد، ای از محمود، ای از فلانه، ای از دسپانه. ای احمق پدر فکر نمیکنه که دختر ای هم حق دارد، خدا برش حق داده است، تو چی کار هستی که حقش را نمیدی؟ پس این ظلم ما میکنیم. دین خود نگفته، دین خود تسلیم لذکر مثل حد و لمسایی، دین خود را تصریح کرده. پس وقتی که ما حقش را میخورم ما باید جور شوم، نه اینکه دین بدنام شود. دین میراث را حق ثابت برای زن معرفی میکند. هر کسی که نمیدهد گناهکار است و خداوند متعال از این پدر در روز قیامت خودسر میکند. و جالبی است که تو را کی گفته که تقسیم شروع کن؟ وقتی که مردی تقسیم خدا تنظیم کرده است. اگر برادران نمیتا گناهکار، خب برادران میشه، تو چرا خدا گناهکار میکنی و این تقسیمات شروع کرده؟ ببینی این گناهی است که ما میکنیم، دین نمیگه. اسلام عزیز برای ما میگوید که دخترت باید علم بگیرد. اگر من منش میکنم، خب من منش میکنم. اسلام خود نگفته که دختر را به علم تشویق نکن و نباید درس بخونه. این جنایت خود من مرتکب میشم، این جنایت خود من مسلمان میکنم، نه دین. اسلام میگه که زن حق مهر دارد و مهر وسیله توثیقی رابطه فامیلیش است. هرگاه این پولش را پدر، کاکا، برادر در جیب خود میگذارد، آیا دین گفته ایرا؟ ایرا خرواج ما تو گفته، ایرا خرواج مضحکانه و ظالمانه افغانستان گفته. این پول گرفتن در حقیقت غلط است و این دوسی است، این بیغیرتی است. این کار نکنین، از خدا بترسین و پول زن را نباید بگیرین. تو را کی گفته که این کار را بکن؟ دین خوی را نگفته است، بنابراین دین که نگفته ما میگیم. آیا اسلام عزیز ای را گفت؟ اسلام خو میگه زنی که شوهرش وفات میکنه اختیارش با خودش است. و فقهای ما میگوید که زن بیوه او به اشاره و به سکوت رضایش ثابت نمیشود، او تصریح باید بکنه که من کسی را میگیرم نمیگیرم. هرگاه ما زن را به میراث میدیم، این در حقیقت جنایت است که ما انجامش میدیم. دین خوی را نگفته است، این خو رواجای مبتذل ما گفته است. پس این رواج را از دین جدا بکنن. زن بیوه حق دارد که با کسی که دوست داشته باشد عروسی بکنن. این چیزایی که ما او را معنی حیثی میراث میتیم، این خود ظلم ما است، این کار ناروای ماست که ما میکنیم. اگر لط کرده میشود، زده میشود، گفته میشود، تحقیر میشود، این کارای مسلمانای ما هستند، نه کارای دینی ما. و حجاب را رعایت بکنیم، پرسان بکنیم که اولادای خود را خود ما هستیم بوت میخریم، ما هستیم لباس میخریم، آلی اید نزدیک از کل ما لباس میخریم. به پرسان بگن کدام پدر دخترش را گفته اینجا بیا تو حق داری که لباس بخری، ولی این لباس های گنده را، این لباس های مردار را، این لباس هایی که بدنت معلوم میشه از این دوری بی، این مسئولیت ما و شماست و من حیث یک مسلمان باید تلاش بکنیم و تلاش بکنیم که من حیث یک مسلمان از خانواده خود شروع بکنه. زن ما اگر معلم است و طرف مکتب می رود، یک بار تا بالا سعی بکنم که چی را پوشیده است، چی را خم لباس پوشیده. دخترم اگر مکتب می رود یک بار ببینیمش چی را پوشیده است، چطور لباس بطن دارد. اگر به وظیفش می ره یک بار ببینیم چی را پوشیده است، به چی آرایش می رود. بنان غیرت خود را باید به دست بیاریم. دوز کی است؟ دووس کسی که از نوامیسش عایدات را به دست میارد و ناموس خود را در معرض فروش قرار میده. و پیغمبر میگه با این مردم در راه هم نروید، در راه هم رایش نروید. ما تعجب میکنیم که چگونه مسلمان هستیم، چگونه با غیرت هستیم که دخترای ما لباس را میپوشد. هنگامی که در سرک ها تیر میشود کلگی به طرفش متوجه است. آیا تو پدر و تو برادر و تو مسلمان و دخترت خبر نشدی؟ او را ندیدی؟ با او متوجه نیستی؟ چی مشکل ما هستند؟